ادامه برنامه خوش آمدین ابراز امتنان و سپاس از همکاران ما که مجموعه خبری ساعت هشت تقدیم شما بینندگان ارجمند کرد حال هم در نیمه دوم برنامه قرار داریم آنچه پیشتر گفتیم امروز مهمانان ما اکثرا یا کلا جوان هستند چون وز... موضوعی که ما تعیین کرده بودیم در رابطه با وضعیت جوانان در افغانستان است چه کارهایی باید صورت بگیره تا وضعیت بهبود پیدا بکنه نورلا نبیل نیایش اینا شاهر و نویسنده هستند و جناب آقای نقیب بیگ بیک اینا خبرنگار هستند مهمانان ما هر دو مهمان ما از ولایت خوب و زیبا و باستانی فاریاب تشریف آوردن که دعوت پذیرفتن و به جناب نیایش و جناب بیک خوش آمدید میگیم خوش خیلی ممنون که دعوت پذیرفتن سلامت, سلامت تشکر سلامت رحمت رحمت سلامت پرسش اول من از جناب بیک صاحب ای است که میخوایم در رابطه با وضعیت فاریاب بدانم جناب بیک صاحب شما میشه بگوین که یاش یگتلر وضعیت نمدن قرار فاریاب rahmat birinchidan sizga salomlarimni yo'llayman va barcha aziz ko'ruvchilarga negaki tashqari mamlakatlarga va mamlakatimizga va bir katta rahmat yo tashakkurlik qilamanki harbiy kuchlarimizdan hamisha zamat chekkanlar va bizani amniyatimizni olalar yosh yigitlar vaziyati bundan qaror avvaldan umidborliklar ko'p ko'p yaxshi va bunn ba'zi qiyinchiliklar bor bu ahamiyati qiyinchiliklar va boshqa essizlik qiyinchiliklar katta qiyinchilik afg'onistonga va xabarsoz bo'lgan voqat hamotalarimiz ko'pincha tashqari mamlakatlarga ketadilar ko'rasizki qancha kishilar inonga ketib dengizga g'arq bo'lib qancha kishilar o'ldilar yog'oldilar yetdilar bu katta qiyinchilik ishdi va foriyobga ham shu qiyinchiliklar bor va bundan men ko'p xursandman necha yildan buyon foriyob yosh yigitlarini shu sizlardan rahmat rahmatki bunday rasmlarni qurgandilar va qurshaan foryob yosh yigitlarni mushkulotini sizlar enikos berasizlar va qilailaki mushkulotlarni sizlar tarixlaringizdan aytsalar va o'zlarini ham e مطرقلش که کب مهم در رحمت سزگه نقی بکن از آقای نیایش بپرسیم در مورد وضعیت جوانان فاریاب ای که چقدر جوانان فاریاب انگیزه دارن و روحیه خدمت به وطن را دارن روحیه خدمت به جامعی خود را دارن و در مورد وضعیت تسلیشان شان ای که چقدر انگیزمند هستن به ای که تحصیلات را ادامه بتن و بیشتر کار بکنن بخطر وطن بله. به نام خدا ما هم در قدم نخست عرض سلام بر شما برادران السلام. و خواهر عزیز و تمام از اندرکانان رادیو تلویزیون جهانی آریانا و همچنان بینندگان و شنوندگان عزیز همونطور که شما مطرح کردین انگیزه زمانی ایجاد میشه که یک فضای آرام برای انسان موجود بوده باشه اگر روحن و جنسن حتی آرام نباشن نمیتونن که کدام هدفی را پیش رو بگیرن و یک قدم پیشتر قدم بگذارن جوانان فاریا با وجودی که با تمام مشکلات اونجا سر کار دارند، چه از لحاظ مشکلات امنیتی از لحاظ مشکلات اقتصادی و از لحاظی که کمبود کار در اونجا موجود هست با آن هم با همین مشکلات هم که سر کار دارن انگیزه بسیار قوی و انگیزه خوبی برای جوانان وجود داره که به خاطر تحصیلشان به خاطر کسب علم و دانششان به خاطر همکاری با دولت و این انگیزه با... ناشی بالاخره چه سبب شده که این انگیزه را پیدا کردن خب اونا هیچ وقت دلسرد نشدن از اینکه وضعیت کنونی افغانستان را خوب فهمیدن که بسیار خوب است بله وضعیت این چونین هست اگر دلسردانه پیش برن هیچ کاری نمیتونن بکنن با این انگیزه ای که یک امید برایشان ایجاد شده و امید همیشه برایشان هست و با این م... ای امید حرکت میکنن فعالیتشان وجود یعنی در کل باید همه که امید داشته باشیم امیدوار باشیم با این ای کشور خود که انشالله این وضعیت که فعلا حاکم است بعض مشکلات که وجود داره خب از این مشکلات در هر کشور کشور وجود می بله. داشته باشه ولی همواره باید مبارزه کنیم مقاومت بکنیم و راهکار رای رح حل را جستجو کنیم ولی بیشتر باز قشر جوان که کله څنګه او استاذی که شو راه اوس به ډېر امید وار به شما میدوشته باشه مځل ځوانای کی شما شریک کین ځوانای فاریاب واقعا افتخار موستان چې کار میکنن ف روحي خدمت به وطن شون لته بر میګردیم به جناب بیگ سایب خلخ فاریابګه هربي کوشلار بلان قنچا قدر امکورلیک قاله دلر رحم ازان خلخ فاریابګه کوپ انچا هربي کوشلار من همکاري قله الله و امنيت تضمین لشنو چون کوپ له همکوردل بله و قله توکه hamma kushish qiladi foryobga qilolsalark shu o'z kuchlari bilan harbiy kuchlari bilan amiyatli kuchlar bilan hamkor bo'lsalar va toyiki bos toiki oromchilikka hayot kechirsalar va rahmat aytilishim buki hammaga ia oshkor ma'lumki jaonlar sarmoi milliy bir bir va qilolsa bu birva totaini taqdiru tashviq qilsak ba ko'pincha katta kishilardan foyishimiz shuki albatta hamishalik hamkorlilari yigitlarim ham bor foriyob yigitlarim ham bor ulardan katta rahmat sifoskzorman men bir foriyobiy yosh yigit odirasidan kelganman ulardan qilaman binoan katta qiyinchiliklar yana ham yodvor bo'lib o'tamanki shu oxirgi nom edi foryob noam bo'lgan edi ko'pincha jiddiy tahdidlar bor edi iqtisodiy lihodan amniyati lihozan ishsizlikini ham <muchas> aytaman ki yana ham <muchas> amniyat katta bir qiyinchilik edi foryobga va hozir ko'rasizki foryob chetda ham bo'lib qolgan bu aminlik hamsh savol bo'lsa qanday siz o'ylaysizi qanday amin bo'lgan bu oxirga oxirgi qara foriyob viloyatining bir katta strategik mantiqalaridan qaysor tumoni almor tumoni qaroyi suqut qilib' g'urmoch ham foyobg strategik bir mantiqa deb o'ylanadi shohki to'rt yildan buyon toliblar qo'liga edi toliblarni qo'liga deb hamisha xabarsoz edi va uerga salo aslaha va madi muhaddir ozod shekilga sotiladi bozorga ozod shekilga faqat aytasizki bozor ozod edi va oxirga oxirgi do'stim abdurashid do'stim do'imy birinchi o'rinbosar raisjamga ke, ular keldilar ulardan sozorman minnatgazorman ko'pincha ruhiyat javonlarni angiza bergan xalqni ruhiyasiga ko'p ta'sir qilgan bularni borishi va amniyat ham ko'pincha yaxshi bo'lib kelgan oxirga yosh yigitlar qancha ilm donish aloqa ko'rsatadilar foryob foriyob yosh yigitlari ko'pincha ilmi donish farhang bu narsalarga aloqa ko'rsatadilar va hamisha ru'zdan ruz o'tadiki ilmi donishga bularni tavojilari ko'p va qilolk shu ilmi donish tomondan ilmi donish tariqidan qilolsaaki o'z xalqlariga o'z keshvolariga xizmat qilsalar bizsiz o'ttiz yildan buyon uchta jangdan keyin yosh yigitlar nasli so'xda nasli jangzada binoan ko'pincha صبر قلش کرده که تا اینکه که بله روز بزنیش بز تر که سعی کرده دانش تریق دان سلا و بون اصلا خلاص کوپی اکشی را احمد بیک از شما پرسان میکنیم دقیقا که حالا چه مشکلات در فاریا وجود داره که جوانان دست پنجه با نرم میکنن یعنی چه چالش های وجود داره آیا فرصت ها بیشتر است یا نه چالش ها طوری که دوست ما هم گفتن جوانان ها یک نیروی عظیم جامعه را تشکیل میتن نظر به آماری که هر روزه را همیشه بیشتر از 60 فیصد نفوذ کشور جوانان تشکیل میتن هم در عرصه سیاست هم در تمام عرصه ها نقش عمده ای جوانان شما در الگوی عمده را در انتخابات بگیم که چقدر نقش داشتن اما زمانی که استفاده از اینا صورت میگیره از رایشان از تمام کمک نیرویشان و زمانی که میایم در مساعد سازن ساختن فضای مناسب به خاطر پیشبرد درس به خاطر کار و سایر مشکلات کمتر توجه صورت میگیره جوانان فاریاب مانند سایر جوانان ولایات افغانستان هم با درگیر بعضی مشکلات ها هستن. از جمله مشکلشان است که بعد از فراغت از تحصیل کار برشان مساعد نمیشه اگر همیشه بسیار کم هست مثلا در یکی از ریاست ها اگر مراجعه بکنن بیشتر از دو پست یا سه پست وجود نداره که مراجعه شاید بیش از 500 نفر مم. از واجد شرایط بوده باشه مم. و همین قسم بعضا شرایطی که برشان ایجاد میشه مثلا میگن که تجربه کار با جوان داشته باشن تا یکی در کار استخدام شوند در حالی که یک جوانی که 16 سال تحصیل میکنه از کجا تجربه کار حاصل بکنه و مستقیم بره بعد از تحصیل بالای کار بشینه این موضوعات موضوعات دیگر ای که برای جوان ها انقدر برنامه ها و پروگرام های به خاطر رشد و انکشاف علمیشان ایجاد نمیشه کم در توجه صورت میگیره و این هم شاید دلیل عمدهش باشه که ما فاریاب دور از مرکز هست یک فاصله خیلی دراز ایم. یعنی سه چهار ولایت رو باید طی بکنید فاریاب برسید توجه مقامات مرکزی هم در این عرصه بسیار کمتر است بله، یکی از مشکلات که شما اشاره کردین آقای نیایش در مورد وضعیت امنیتی گفتین که در فاریاب وضعیت امنیتی آنچنان خوب نیست و میخوایم که بپرسم در مورد ازی که حالا جوانان چقدر روحیه همکاری با نیروهای امنیتی خود را دارن به خاطر آوردن امنیت در فاریاب و چقدر همکار هستند با نیروهای امنیتی خود بله به خاطر تامین امنیت بدون شک همکاری هموطنان بسیار ضروری و حتمی است در صورتی که همه هموطنان یعنی چی جوان باشه چی از نسل بزرگا باشه هم از خواهرها و برادرها اگر در صورتی که با نیروهای امنیتی همکاری نداشته باشن محال است که تامین امنیت کلی شود در فاریاب بسیار زیاد همکاری دارن خصوصا نسل جوان مثلا در یک موضوعاتی که بالاخره همه معاون صاحب اول رئیس ریاست جمهوری وقتی که سفری داشتن شما فکر بکنید که اگر با خودشان 500 نفر از نیروهای امنیتی یا کمتر یا بیشتر از آن برده باشند حداقل نصف او را, را جوانان تشکیل میدانند که همراهی کردن اونا تا جایی که اونا سفر داشتند تا جایی که برنامهشان بوده و هنوز هم در کنارشان هست بخاطر خاطر از اینکه اینا بسیار زیاد از این موضوعات ناامنی رنج می و حتی نمی توانستند گشار بیرون شوند در اول سالی ها هیچ نمی برند حتی داخل شهر هم احساس امن نداشتند بالاخره فعلا به اساس سیوتلاش همه موسای و نیروهای امنیتی فعلا وضعیت خوب هست و هنوز هم همه مقام بلندپایی دولتی یا حکومتی همونجا موجود هست. بسیار متشکرم در لحظات اخیر <applause> قرار داریم فقط آنچه ما نگفتیم جناب نقیب بیک و جناب نورالله نبیل نیاش و گونه پیام آنچه در دل دارین کمری تلویزیون آریانا در خدمت شما هست برای جوانان برای مردم افغانستان هر پیامی که داشته باشین ما شما میشنیم در آغاز از جناب بیک میشیم. رحمت و سپور که بو برنامه برنامه دعوت و albatta oldimdan qolmasinki sipozguzorlik qilaman sizdan hamkoringizdan va barcha bu yerga ishlayotgan kishilar texnik bo'limidan va spolik xos 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 harbiy kuchlardan kurshlardan avvaldan birinchi o'rinbosar kerak bo'lsan do'stimdan iborat va foiq fo va boshqa vakillardank jonbozona razmindalik qiladilar xatti nixusga boradilar va hozir bo'lsa foriyob vaziyati ko'p yaxshi bo'lgan men bu tomondan bu yerdan aytamanki foryob hozir amin katta rahmatjo تشکر از شما باز هم از اینکه دعوت کردین فرصت دادیم برای ما که در این برنامه زیبای شما آمدیم و پیام خو هر کس من خواهش دارم از جوانا که از هر لحظه زندگیشان استفاده خوب بکنن لحظات زندگی به خصوص لحظاتی که عمر جوانی با ایشان هست اگر استفاده خوب نکنه در آینده پشیمان و ندامت داره که هیچ سودی نداره خب یک پارچه شیر اگر من در راست اگر باشم امیر شیر آوردین با خود هر بله. بفرمایید تشکر هم یک شعری از خطاب به نسل جوان و هم خدمت وطن را براتون میکنم ای وطن وطن در انتظار خدمت است ای وطن در انتظار خدمت است خدمت شایسته کو از برای ملت است بر جوانان کسب علم و معرفت باشد ضرور کسب علم و معرفت از بحر انسان نعمت است اختلاف و خان جنگی مایگ و ایرانگری است ارتقای مملکت در اتفاق و وحدت است دشمنان خواهد کشد کشور به سوی قهقرا آرزوی ما ز بحر پیشرفت و رفعت است پیر و برنا مرد و زن خرد و کلان میهنم با شهامت بوده و دیندار و صاحب غیرت است و اتسی و هم عمل بن ما به آن لذت هستی همی بر مهر و حب و شفقت است های انسان در جوانی دین کشور کن ادا در جوانی زندگی در نزد تو آری بله <سؤال> بسیار بله ما شما میفهمین صفحات شمال وقتی که مهمانا اونجا مراجعه میکنن چی از مهمانایی که از مقامات دولتی باشه یا هر مهمانی که باشه خلاصه مهمان نواز هستیم همه افغان ها مهمان نواز هستند و خصوص سفرات شما و ها ما هم چیزی را نداشتیم فقط یک توفه ناچیزی را که آوردیم تقدیم را تقریم شما میکنیم یک چپن هست و یک هم ما ما بپوشیم خیلی ممنون سلام. از اینکه زحمات شما همیشه قابل قدر بسیار تشکر بسیار تشکر بیشتر تقدیر ما قابل نداریم صحیح. تشکر میکنیم از خلق نجیب و شریف فاریاب از مردم شریف قهرمان کشورم از شما جوانان شما هستیم که ما هستیم خیلی ممنون قربان شما بس تشکر بسیار زیاد این همه شما بس بسیار, زیاد. بسیار, زیاد. بسیار, زیاد. بسیار زیاد خوش آمدیم تشکر از شما و خیلی ممنون. سلامت سلامت تشکر. ممنون. تشکر میکنیم بسیار تشکر